تو ببینید که از سبت که داستان چگونه تحریر الوسیله، از سبت که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته، قانون اساسی چون هم از همین گرفته. خب میخونم قسمتتون. آخوندها میگوین که لا حیا افت دین، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنن میگن لا حیا افت دین، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارن. ولی بنده هم از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بنده حرفای اینها صفحه 135 کتاب تحریر بست. کدی کسی که حدس اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در میکنه. حدس، حدس اکبر، ببینید چه صدایی داره حدس اکبر، اکبرش هم هست البته. خب فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث هست، حدث یعنی چیزی که اتفاق یه حادث میشه، چون این مطلب هم حادث میشه خودش، اسمش گذاشتن حدث. کسی که حدث اکبر، این درجه بندی کردن، حالا باید ببینیم فرکانسیش، فرکانسیش چقدره، تا چه حدش حدث اصغر صداش چقدره. البته بسیاری به آدمش داره، من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه، ببینیم آقا حدش کجا. علما، بیدم کن علما، کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یه حدثی که همسایه ها متوجه بشه غیر از سر باشه، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برای حدث اکبر، یکیش هم برای اون داستان، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید که حرفا رو از بس اینا بی‌سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید که کلوخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابش رو بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نصر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر تنکیده. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید و در حدث جنابت یک تبیان تیمم کفایت میکند. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ بایستی بیانی مسئله رو حل کنن. مسئله چهار، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، یه هم میبینی آخوند، این آخوند های دوستی دارم من یه واسه تنظر گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قوم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از سرت بوی سولفور، بوی گم. گفتیم چطور؟ گفت بله، این آخوندها میرن مرف میخورن، آبوشت و اینا منزل اینا میخورن، میان سر منبر باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه در جمال محمد صلوات بلند، در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم تحریم خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشه، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه چی دستان بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخون گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخون جا به جا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد، یه خود راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیار گرفتیم فرار کردیم،
از شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد، دید که کوبت ناجور شد، اون نخدای پوست نکنده و اینا که در آغوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بر جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. یه کار آخوندا. حالا میذاره که چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن. خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله چهار، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 حدث اکبر رها کنی بعد یه تیمم کنی تمام شو؟ نمیشه همچی چیزی. خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه. خب اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده، 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت برای واجب باشد، باید دو تیمم کنه. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضوء به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل ننباطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضوء، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلیم حاصل شد. افسوس که اون وضوء به چیزی، حالا شما چیز رو بکارگرشون ته بزن، افسوس که اون وضوع به چیزی بشکست، وین روزه به نیم جرمه باطش. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو به رستگاری ما بشهد، این نماز روزه بود، بیگه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله فرق، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله. حالا دیگه بقیش همه خدمت رو نمی خونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات، اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. آدم حس فرومایگی و بدبختی رو، من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من از ما یه حرفا رو میزنم.